ظاهرا امروز دور دوم انتخابات مجلس برگزار می شود و تقریبا غیر از عوامل برگزار کننده و نامزدهای انتخاباتی کسی از آن خبر ندارد به گفته اکثریت فعالان در شبکه های اجتماعی به مرحله ای از خودکفایی در انتخابات رسیده ایم که در آن نیاز چندانی به رای دهندگان نیست. دور دوم انتخابات مجلس دوازدهم در ایران روز جمعه 21 اردی بهش در حالی آغاز شد که فضای حاکم بر این انتخابات سرد گزارش شده اما جریان های اصولگرا بار دیگر در روزهای گذشته دچار اختلافات شدیدی شدند و افشاگریهای زیادی علیه یکدیگر انجام دادند دور اول انتخابات مجلس دوازدهم یازدهم اسفند سال گذشته برگزار شد که تنها چهل و یک درصد از افراد واجد شرایط در آن شرکت کردند که پایین ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات جمهوری اسلامی بود این رقم در تهران در آمار رسمی تنها 26 درصد گزارش شد در آن دور تکلیف 245 کرسی از 290 کرسی مجلس شورای اسلامی مشخص شد و رقابت در این دور جاری برای 45 کرسی دیگر است که 16 کرسی مربوط به حوزه انتخابیه تهران است. گزارش ها است که جریان های اصولگرا در سایه رد صلاحیت های گسترده شورای نگهبان که از جمله شامل 27 نماینده فعلی مجلس شد و همچنین عدم استقبال از انتخاب انتخابات توانستند 158 کرسی در دور اول را از آن خود کنند و بر مجلس مسلط شوند. پیش بینی می شود این جریان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در دور دوم 41 کرسی دیگر را به دست آورد و شمار کرسی های خود را در مجلس دوازدهم به حدود دویست افزایش دهد. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز جمعه رأی خود را به صندوق انداخت و گفت که اهمیت شرکت در دور دوم انتخابات کمتر از دور اول نیست و هرچه رأی بیشتر باشد مجلس قوی تر است. هرچه مجلس قوی تر باشد امکان کار در کشور بیشتر است. او در اظهارات خود هیچ اشارهی به فضای سرد انتخابات و کم توجهی مردم به آن نکرد. مجلس شورای اسلامی نقش فرعی در اداره کشور دارد و علی خامنه ای حرف آخر را در همه امور مهم کشور میزند. اصولگرایان در این انتخابات تنها جریان اصلی بودند که اجازه معرفی کاندیداهای متعددی داشتند اما هم در دور اول و هم در دور دوم دچار اختلافات شدیدی شدند گروه های درون این جریان در روزهای اخیر همانند دور اول انتخابات به عنوان افشاگری طرف مقابل را به فساد مالی و پولشویی متهم کردند در همین حال یک روز مانده به برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی یک فایل صوتی از محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق جمهوری اسلامی منتشر شده که مربوط به یکی از جلسات او با اصلاح طلبان پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماه است این فایل صوتی که مربوط به یک جلسه خاتمی با اصلاح طلبان پیش از دور اول انتخابات مجلس در اسفند ماه است روز پنج شنبه بیستم اردیبهشت در رسانه ها منتشر شد خاتمی در این فایل صوتی میگوید ما در کنار مردم قرار میگیریم تا حالا گدایی و التماس می کردیم سه تا کرسی به ما در مجلس بدهید و التماس می کردیم رفتارتان را کمی عوض کنید دیدیم فایده ای ندارد او با تکرار دوباره جمله اش مبنی بر اینکه ما کنار مردم قرار میگیریم ادامه داد حرف هایمان را میزنیم و میگوییم راه مملکت این است خاتمی با اشاره به مشارکتش در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1390 که نخستین انتخابات در جمهوری اسلامی پس از سرکوب جنبش سبز بود با بیان اینکه من کسی بودم که می گفتم ما نباید صندوق رأی را رها کنیم من به دماوند رفتم و رأی دادم پرسید اگر کل انتخابات دگردیسی پیدا کرد و دیگر انتخابات نبود باز هم باید به نفع کسانی که ضد انتخابات هستند کار کنیم یا در کنار 60 درصدی از مردم قرار بگیریم که تصمیم گرفتن در انتخابات شرکت نکنند او در سخنانی که به نظر می رسد مخاطبش اصلاح طلبان باشد تصریح کرد اولا که در مجلس راهتان نمیدهند حالا چهار کرسی هم به چهار شاخ شکسته بدهند چه دردی را دوا می کند او در پایان این فایل صوتی می گوید یک بار هم ما در کنار مردم قرار بگیریم نه در کنار به گفته او ضد انقلاب و تحریم بگوییم تا این مجلس و شورای نگهبان است دیگر در انتخابات شرکت نمی کنیم. مجلس دوازدهم خورداد امسال آغاز به کار می کند و به نظر می رسد اختلافات گسترده گروه های اصولگرا در روزهای انتخابات به درون مجلس نیز کشیده شود و به ویژه بر سر ترکیب هیئت رئیسه بالا گیرد. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور ارشد علی خامنه روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت در گفتگو با شبکه تلویزیونی قطری الجزیره گفت اگر موجودیت جمهوری اسلامی از سوی اسرائیل تهدید شود تهران دکترین هسته‌ای خود را تغییر میدهد. کمال خرازی در مصاحبه با شبکه الجزیره به سوالات متعددی از جمله در خصوص تحولات غزه، تغییرات ژئوپلیتیک در سطح منطقه به واسطه این جنگ و عملیات وعده صادق و همچنین تغییر نظم جهانی به سوی جهان چند قطبی پاسخ داد. وی با رد امکان تحقق طرح دو دولتی بر خودعه رژیم اسرائیل در پیگیری هر طرحی برای برقراری صلح و امنیت در منطقه با اشاره به سوابق تاریخی همچون قرارداد اسلو تاکید و, و تصریح کرد آمریکا اگر بخواهد به رژیم اسرائیل فشار آورد باید در درجه اول ارسال سلاح به این رژیم را متوقف کند خیلی بیمعناست است که از یک طرف سلاح و امکانات مالی در اختیار رژیم اسرائیل قرار می دهد و از طرف دیگر در صحنه تبلیغاتی بخواهد این جنگ غزه فیصله پیدا کند خرازی جمهوری اسلامی را مصمم به حمایت از محور مقاومت در منطقه خواند و با تاکید بر اینکه هر یک از اعضای این محور بنا به شرایط میدانی تصمیم میگیرند و مستقل اقدام می کنند گفت نیروهای مقاومت در هر کشوری که هستند علیه آن کشور نیستند نیروهای مقاومت در برابر رژیم اسرائیل هستند وی در رابطه با گفتگوی غیر مستقیم ایران و آمریکا گفت گفتگوهای غیر مستقیم بین ایران و آمریکا موضوع جدیدی نیست. سالها برقرار بوده و امروز هم برقرار است. چه از طریق سفارت سوئیس که حافظ منافع آمریکا در ایران است و چه از طریق برخی کشورهای منطقه در غذایای اخیر هم هم سیاست ایران و هم سیاست آمریکا مبتنی بر این بود که این جنگ گسترش نیابد و در این راستا گفتگوهای غیر مستقیم با آمریکا داشتیم کمال خرازی درباره حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل که آن را وعده صادق میخوانند به الجزیره گفت اولا ما در این عملیات صرفا 20 درصد امکاناتی را که بسیج کرده بودیم به کار بردیم اگر رژیم اسرائیل پاسخی میداد می توانستیم حملات خیلی بیشتری را انجام بدهیم البته ما نخواستیم آدم کشی کنیم صرفا هدفمان این بود که مراکز نظامی رژیم اسرائیل را هدف قرار بدهیم به همین دلیل به آمریکا و کشورهای منطقه اطلاع دادیم که این عملیات انجام میگیرد و محدود خواهد بود واقعا هم محدود بود و پس از اتمام عملیات روند را متوقف کردیم وی با تکرار حرفهای علی خامنه ای ادامه داد که درست است که تعدادی از موشک های ما را زدند اما برای هدف ما تعداد موشک مهم نبود بلکه زدن مراکز نظامی هدف بود او همچنین درباره پاسخ اسرائیل به این حمله و هدف قرار دادن سایت راداری پدافند هوایی تاسیسات نتنز اسفهان که باعث انهدام و از بین رفتن این سایت شد گفت آنچه اتفاق افتاد استفاده از یک پرنده کوچک بود که از قبل به شیوه های جاسوسی به ایران فرستاده بودند نه اینکه از اسرائیل حمله ای انجام دهند در گذشته هم پرنده های کوچک را به طرقی به ایران فرستاده بودند تا در شرایط خاصی عملیات انجام دهد اینها در واقع آزار دادن است وگرنه عملیات نظامی تلقی نمی شود چنانچه آنها نتوانست آسیبی وارد کند این اقدام علیه تأسیسات هسته‌ای ایران نیز نبود بلکه میخواستند صرفا یکی از پایگاه‌های نظامی را هدف قرار دهند اگر آنها بخواهند جسارت کنند و به تأسیسات هسته‌ای ایران لطمه بزنند سطح بازدارندگی ما متفاوت خواهد بود ما تا به حال بازدارندگی را در سطح متعارف تجربه کردیم اگر آنها بخواهند به توانایی‌های هسته‌ای ایران ضربه بزنند طبیعتا می‌تواند موجب تغییر دکترین هسته‌ای ایران شود خرازی افسود دو سال پیش در گفتگو با الجزیره اعلام کردم که ایران ظرفیت تولید بمب هسته را دارد امروز همان ظرفیت هست ولی ما تصمیمی برای تولید بمب هسته نداریم اما اگر موجودیت ایران تهدید شود ناچاریم دکترین هسته خود را تغییر دهیم اخیرا مقامات نظامی هم اعلام کردند که اگر اسرائیل بخواهد به تاسیسات هسته حمله کند تجدید نظر در دکترین و سیاست های ایران و از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور می باشد. سرتی پاستار احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی در فروردین گذشته گفته بود که در صورت حمله اسرائیل به این مراکز تجدید نظر در دکترین و سیاست‌های هسته‌ای ایران و عدول از ملاحظات اعلامی گذشته محتمل و قابل تصور خواهد بود. تهدید احتمال تغییر در دکترین هسته جمهوری اسلامی در زمانی منتشر می شود که رافال گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در اوایل ماه جاری هشدار داد که ایران نه چند ماه بلکه تنها چند هفته با داشتن اورانیوم غنی شده کافی برای تولید بمب هسته ای فاصله دارد. رافائل گروسی پیشتر هشدار داده است جمهوری اسلامی ایران در رابطه با برنامه هسته‌ای خود کاملا شفاف نیست. آقای گروسی در هفته جاری هم در بازگشت از سفری به ایران وضعیت همکاری تهران با آژانس را غیرقابل قبول خواند و خواستار تغییر روی کرده ایران شد. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی مستقر در واشنگتن هم بهمن ماه سال گذشته با انتشار گزارشی اعلام کرد حکومت ایران میتواند در یک هفته یک بمب هسته‌ای و در مدت یک ماه شش بمب هسته ای بسازد کمال خرازی در حالی از تهدید برای موجودیت ایران سخن گفته که تا کنون هیچ مقام خارجی به چنین تهدیدی اشاره نکرده است در مقابل مقامات جمهوری اسلامی دهه هاست که میگویند اسرائیل باید از بین برود خرازی در همین مصاحبه تازه خود بار دیگر تاکید کرده است که جمهوری اسلامی هرگز موجودیت اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت حتی زمانی که فلسطینی ها با این امر موافق باشند او گفت ما رژیم اسرائیل را به رسمیت نمیشناسیم اینکه خود فلسطینی ها تصمیم بگیرند مربوط به خودشان است ما رژیم اسرائیل را یک اشغالگر میدانیم سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تهدیدهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره احتمال تغییر سیاست هسته حکومت گفت ایالات متحده تضمین می کند که ایران هرگز به سلاح هسته نخواهد رسید متیو میلر روز پنجشنبه بیستم اردیبهشت در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره تهدید اخیر کمال خرازی مشاور ارشد علی خامنه‌ای درباره احتمال تغییر سیاست هسته جمهوری اسلامی در صورت تهدید موجودیت نظام افسود این اظهارات غیر مسئولانه است همانطور که رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه آمریکا بارها به سراحت گفتند ایالات متحده به هر طریقی اجازه نخواهد داد تا جمهوری اسلامی به سلاح هسته دست پیدا کند و افسود ما همچنان معتقدیم که دیپلماسی بهترین راه برای دستیابی به راه حلی پایدار و مؤثر با حکومت ایران است و به استفاده از ابزارهای مختلف برای دستیابی به آن هدف ادامه می دهیم. اما تاکید می کنیم که همه گزینه ها همچنان روی میز هستند و در صورت لزوم مورد استفاده قرار خواهند گرفت. سخنگوی وزیر امور خارجه ایالات متحده در عین حال خاطر نشان کرد با توجه به تشدید اقدامات مخرب جمهوری اسلامی در سراسر جهان و خودداری آنها از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حال حاضر از دستیابی به راه حلی بر اساس دیپلماسی دور شده ایم. جواد کریمی قدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز اوایل اردیبهشت امسال در میانه کشوقوس و نظامی جمهوری اسلامی با اسرائیل طی پستی در شبکه ایکس نوشت در صورت صدور ازن تا انجام اولین آزمایش یک هفته فاصله می باشد. کاربران فضای مجازی این پست نماینده اصولگرای مجلس جمهوری اسلامی را به تهدید ساخت بمب اتمی تعبیر کردند کریمی قدوسی اما یک روز بعد در پستی تازه نوشت در صورت صدور ازد تا انجام اولین آزمایش ارتقای برد موشکی به دوازده هزار کیلومتر یک هفته فاصله می باشد علی اکبر صالحی وزیر پیشین امور خارجه و رئیس سابق سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی نیز اواخر بهمن 1402 با حضور در یک برنامه تلویزیونی تلویحا گفت که تهران از توانایی لازم برای ساخت بمب اتم برخوردار است کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی و مشاور ارشد علی خامنه ای هم روز پنجشنبه 20 مردی بهشت گفت ما تصمیمی برای ساخت بمب هسته‌ای نداریم اما اگر موجودیت کشور تهدید شود ناچاریم دکترین هستهای و نظامی خودمان را تغییر دهیم اظهارات اخیر خرازی پس از سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران مطرح شده است این سخنان در حالی بیان می شود که مقامات جمهوری اسلامی پیشتر مدعی شدند که طبق فتوای رهبر جمهوری اسلامی ساخت سلاح اتمی حرام است گروسی پس از پایان سفر دو روزه خود به ایران اعلام کرد هرچند هیچ ضرب عجلی به جمهوری اسلامی برای حل پرونده ای داده نشده اما انتظار می‌رود حکومت ایران هر چه زودتر برای برطرف کردن نگرانی ها در این خصوص اقدام کند. همزمان با حملات اسرائیل به حومه شرقی رفح در جنوب غزه و تهدید رئیس جمهوری آمریکا در خصوص توقف ارسال برخی از تسهیلات به اسرائیل بنیامین نتانیاهو از این روی کرده جو بایدن انتقاد کرد این در حالی است که کاخ سفید تاکید می کند که آمریکا تنها از ارسال تسلیحاتی به اسرائیل خودداری می کند که می توانند در حمله به رفح مورد استفاده قرار گیرند و هنوز در این باره هم به تصمیم قطعی نرسیده است نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه با یک برنامه تلویزیونی در آمریکا گفت جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده با تصمیم به توقف ارسال تسلیحات به منظور جلوگیری از استفاده از آن در تهاجم به شهر رفح در جنوب غزه مرتکب اشتباه شد به گزارش سی نخست وزیر اسرائیل در مصاحبه ای که شامگاه پنجشنبه بیستم اردی بهش پخش شد گفت که نیروهای اسرائیلی هر کاری که میتوانند انجام میدهند تا مردم رفح بتوانند این منطقه را ترک کنند او همچنین ابراز امیدواری کرد که رهبران آمریکا و اسرائیل راهی برای حل اختلافات خود بیابند بنیامین نتانیاهو گفت من جو بایدن را بیش از چهل سال است که میشناسم ما در اغلب مواقع با هم توافق داشته ایم البته اختلافات خود را نیز داشته ایم که توانسته ایم آن را حل کنیم امیدوارم اکنون نیز بتوانیم بر این اختلافات غلبه کنیم نتانیاهو افزود ما هر آنچه از دستمان بر بیاید برای حفاظت از کشورمان انجام می دهیم و این به معنای محافظت از آینده ماست و این بدان معنی است که ما حماس را از جمله در رفح شکست خواهیم داد ما چاره دیگری نداریم در همین حال کاخ سفید نیز شامگاه پنج شنبه از تصمیم جو بایدن دفاع کرد و گفت که رئیس جمهوری آمریکا معتقد است اسرائیل حق دفاع از خود را دارد اما او از عملیات زمینی بزرگ در رفح حمایت نمی کند کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنچه رئیس جمهوری به وضوح بیان کرد این است که ما نمیخواهیم از چنین عملیاتی حمایت مادی بکنیم این سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد که آمریکا ارسال محموله مهمات با قدرت تخریب بالا در مناطق مسکونی را متوقف کرده است. او اضافه کرد با اسرائیل درباره همه نگرانی ها در مورد استفاده از چنین تسلیحاتی در محیط های شهری متراکم بحث کردیم. وی تصریح کرد جو بایدن به ارسال تمام تسلیحاتی که اسرائیل برای دفاع از خود نیاز دارد ادامه خواهد داد اما او نمیخواهد انواع مشخصی از تسلیحات آمریکایی در نوعی از عملیات در یک مکان خاص استفاده شود به گفته ی وی رئیس جمهوری به اعضای دولت خود دستور داده که به همکاری با اسرائیل ادامه دهند تا حماس را به شکستی پایدار بکشانند با این حال به گفته ی این سخنگو از نظر جو بایدن در هم شکستن رفح این هدف هدف را پیش نمیبرد برد. جو بایدن روز چهارشنبه گفت که در صورت حمله اسرائیل به رفح او اجازه ارسال برخی سلاح ها از جمله گلوله های خمپاره را به اسرائیل نخواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرده بود چنانچه نیروهای اسرائیلی وارد رفح شوند ایالات متحده اجازه ارسال سلاحهایی را که به طور معمول برای مقابله با مناطقی مانند رفح مورد استفاده قرار می گرفته نخواهد داد. در همین حال بنیامین نتانیاهو نیز روز پنجشنبه با انتقاد از این اظهارات مقامات آمریکایی گفت که اسرائیل آماده است در صورت لزوم به تنهایی بجنگد. به آقای نتانیاهو در بیانیه ای گفت همانطور که قبلا گفتم اگر لازم باشد با چنگ و دندان می جنگیم اما ما خیلی بیشتر از چنگ و دندان در چنده داریم و با این قدرت روحی به یاری خدا با هم پیروز خواهیم شد این در حالی است که سازمان ملل ساکنان غزه و گروه های امدادی میگویند که تهاجم بیشتر اسرائیل به رفح منجر به یک فاجعه انسانی خواهد شد سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرد که از روز دوشنبه تا کنون بیش از 80 هزار نفر از شهر رفح در جنوب غزه گریختند طبق این گزارش در روز چهارشنبه بیش از 47 هزار نفر اردوگاه ها در رفح را ترک کردند حکم حبس جزای نقدی و شلاق برای محمد رسولوف کارگردان مطرح سینمای ایران در دادگاه تجدید نظر به واکنش های زیادی در جامعه هنری و سینمایی منجر شد. کانون فیلمسازان مستقل در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حکم نوشت که قانون در دستگاه غذایی جمهوری اسلامی تنها ابزاری برای لجبازی و انتقامگیری از مخالفان است. فیلمسازان مستقل در این بیانیه که روز چهارشنبه 19 اردی بهشت به در کانال تلگرام کانون فیلمسازان مستقل منتشر شد حکم دادگاه بدوی و تجدید نظر برای محمد رسولوف را بی اعتبار خواند و تاکید کرد در کنار این سینماگر و سایر هنرمندانی که حاکمیت آنها را سرکوب می کند می ایستد. کانون فیلمسازان مستقل با تاکید بر اینکه اقتدارگرایان در حکومت ایران برای حفظ قدرت مردم را به اشکال مختلف تحت فشار میگذارند تاکید کرد که هیچ راه بقایی برای حکومتی که کودک میکشد و هنرمند را به زنجیر میکشد وجود ندارد بابک پاکنیا وکیل آقای رسولوف روز چهارشنبه نوزدهم اردیبهشت با انتشار پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد موکلش به موجب حکم صادره از شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 8 سال حبس که 5 سال قابل اجراست شلاق جزای نقدی و ضبط مال محکوم شد او در ادامه تصریح کرد این حکم در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر عینا تایید و اکنون پرونده به اجرای احکام ارسال شده است آقای پاکنیا میگوید دلیل اصلی صدور این حکم امضای بیانیه ها و ساخت فیلم و مستند است که از نظر دادگاه این اقدامات مساق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب می شود حکم دادگاه تجدید نظر درباره محمد رسولوف در حالی صادر شد که 77 هفتمین دوره جشنواره فیلم کن به زودی آغاز می شود و این کارگردان قرار است با فیلم دانه انجیر معابد در بخش رقابتی این جشنواره شرکت کند وکیل مدافع رسولوف پیشتر نیز خبر داده بود که شماری از عوامل تولید فیلم دانه انجیر معابد احضار شدند و با هدف متقاعد کردن رسولوف برای خارج کردن فیلم از جشنواره کن تحت فشار قرار گرفتند. تازه ترین فیلم محمد رسولوف داستان یکی از قضات دادگاه انقلاب در جمهوری اسلامی را روایت می کند که در میانه اعتراضات سراسری رابطه پرتردید با خانوادهش دارد و پس از گم شدن اسلحهش دچار سوء زن به همسر و دخترانش می شود. دانه انجیر معابد دومی فیلم سینمایی ایرانی حاضر در جشواره های بین المللی است که به رغم فیلم برداری در ایران بازیگران آن هجاب اجباری ندارند. پیشتر نیز فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهداشت سنائی ها با بازی لیلی فرهاد پور و اسماعیل مهرابی و بدون هجاب اجباری در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و مورد استقبال قرار گرفت.